بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. تیراندازی به سوی نمازگزاران مسجدی در کانادا. ادامه تظاهرات معترضان به قرآن سوزی در سوئد. حضرت آیت الله لزما شیرازی بر اساس روایت امام رضا علیه السلام تکلیف اهل علم، مؤمنین و مؤمنات تبلیغ علوم اهل بیت علیهم السلام است. سلام بر حضرت ابا عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان عزیز. به این بخش خبری خوش آمدید. پلیس کانادا گزارش داد در تیراندازی افراد ناشناس به سوی نمازگزاران در بیرون مسجدی در تورنتو 5 شهروند مسلمان زخمی شدند. دیوید رادزیک سخنگوی اداره پلیس تورنتو گفت گروهی از مردان که در ماه عظیم رمضان نماز صبح را به پایان رسانده بودند در منطقه اسکاربو مورد حمله تیراندازی قرار گرفتند. او افزود حداقل 6 گلوله شلیک شده، اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد مظنون در تیراندازی دست داشتند. ما نمیتوانیم بگوییم که آیا قربانیان به دلیل اعتقادات مذهبیشان هدف قرار گرفتند یا خیر. در همین حال مسلمانان کانادا نسبت به وقوع این حمله تروریستی ابراز نگرانی کرده و از مقام ها خواستند تا تمام تلاش خود را برای رسیدگی به عاملان این حادثه انجام دهند. از سوی دیگر پلیس از هر کسی که اطلاعات یا فیلمی از حادثه در اختیار دارد خواست که به طور ناشناس اطلاعات خود را به پلیس ارائه کند. پلیس اعلام کرد که قربانیان بین 28 تا 35 سال سن دارند و برخی متأهل و دارای فرزند هستند. به گفته رایدزیک 3 نفر از این 5 نفر در حال حاضر از بیمارستان مرخص شدند و انتظار می رود 2 نفر دیگر نیز به زودی بهبودی پیدا کنند. این اولین باری نیست که مسلمانان در کانادا مورد حمله تروریستی قرار می گیرند. پیش از این نخست وزیر کانادا طی اظهاراتی اعلام کرده بود که برای عدم تکرار چنین اتفاقهایی تلاش خواهد کرد. تظاهرات معترضان به هتک حرمت و آتش زدن قرآن کریم از سوی یک سیاستمدار افرادگرای دانمارکی در سوئد شب گذشته نیز ادامه یافت. در همین حال پلیس در اقدامی پیشگیرانه تجمع یک گروه راست افراطی ضد اسلامی را که قصد داشتند نسخه دیگر از قرآن را بسوزانند به مکان جدیدی منتقل کرد. به گفته پلیس سوئد بیش از 100 جوان با پرتاب سنگ و آتش زدن اتومبیل‌ها، لاستیک و سطل زباله حصار ایجاد کردند که مانع از عبور و مرور شد. شامگاه جمعه درگیری‌های خشونت‌آمیز بین تظاهرکنندگان و معترضان در مرکز شهر اوربو پیش از طرح حزب استرام کورس برای سوزاندن قرآن در آنجا رخ داد که 12 افسر پلیس مجروح شدند و 4 خودروی پلیس به آتش کشیده شد. کیم هیلد سخنگوی پلیس در جنوب سوئد روز شنبه گفت پلیس مجوز تظاهرات لندس کرونا را لغو نخواهد کرد، زیرا آزادی بیان در سوئد ارزش بالایی دارد. تظاهرات کنندگان برای تظاهرات و سخن گفتن حق دارند و نباید نادیده گرفته شوند. این تظاهرات عصر شنبه در یک پارک مرکزی در مالمو برگزار شد، جایی که راسموس پالدون رهبر حزب استرام کورس برای 10 نفر سخنرانی کرد و تعداد کمی از معترضان به سمت تظاهرات کنندگان سنگ پرتاب کردند و پلیس مجبور شد برای متفرق کردن آنها از اسپری فلفل استفاده کند. حجت الاسلام والمسلمین شیخ زکی بیاتی وکیل آیت الله لزما شیرازی از شهر استکهلم سوئد با ما هستند. جناب آقای بیاتی سلام. هر از چنگاهی رفتاری ضد اسلامی مانند قرآن سوزی یا انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز در یکی از کشورهای اروپایی انجام میشه. فکر میکنید ریشه و علت چنین اقدامهایی چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود به شما عزیزان. ماه مبارک رمضان و تولد امام حسن مجتبی بر شما عزیزان عرض میکنم. البته دوره ای که الان هستش، مسئله انتخابات نزدیک هستش و بعضی از احزابی که منتظر هستن که زمینه انتخابات را برای خودشون فراهم بکنن و صوت انتخابی شدن اونها با همین شورش ها باعث میشه که مردم بر ضد اون کسانی که دوست دارن از نظر نجات پرستی و از اون مسائلی که لازمه تفرقه کردن بین مردم سوئد و مسلمانان یا کلن قضیه اروپا که الان هستش زمینه سیاسی بیشتر دارد. به نظر شما اقدام های مانند قرآن سوزی چه تأثیر و پیامدهایی بر مردم غرب خواهد گذاشت؟ البته تأثیر خیلی، هرچند که تأثیرش یعنی از نظر عدم جایز بودن قرآن سوزی که خیلی حکم بزرگی دارد، اما از برای بنفع مسلمانان و بنفع دین مقدس اسلام شد و الان کلا در کشور سوئد یا اروپا الان دارن حساب میبرن که مسلمانان بازم یک قوتی هستش، یک قدرتی هست که میتواند در آینده حساب زیادی داشته باشد که چی کار باید بکنن. و الان قانون سوئد در حال صحبت هستن که آیا در این قانون که آزادی مردم که هر کاری میخوان انجام بدن، آیا در ضربه زدن به ادیان و مقدسات و فرهنگ دیگران آیا آزادی هم هست و محدودیت داشته باشه. مسئله دیگر، مردم سوئد خصوصا الان باعث شد که توجه بکنن، خصوصا جوانان، که آیا این قرآن چیست که این همه شورش و مشکلات بزرگ سیاسی و مردم را به توجه به دین اسلامی و به قرآن بیشتر توجه کردن که این کتاب چی هست، چقدر ارزش دارد و مسئله از چه قرار است. و مسئله دوم باعث شد احترام قانون اروپا یا قانون سوئد یک بندی در قانونهای خود بگذارن که مسلمانان بازم یک قشری هستش که قابل فراموش کردن نیست، که الان در سوئد 12% مسلمان هستند و باید احترام گذاشت به ادیان و مقدسات دین مقدس اسلام باده باشن. متشکرم از شما شیخ زکی بیاتی، وکیل آیت الله لزما شیرازی از کشور سوئد. و اما خبر بعد، شب گذشته 16 جلسه علمی بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله لزما سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شبهای عظیم رمضان 1443 قمری برگزار شد. در جلسه دیشب موضوعهای اعتبار تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، اعتبار کتب دعائم الاسلام، اعتماد بر احادیث و کتب زیدیه، حکم بلاد کبیره و ملاک در تعیین آن، موضوع وجه انصراف بلوغ از اخبار عامه و حکم کفخانی درباره اخبار آینده مطرح شد. در ادامه جلسه پرسیده شد که آیا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بعد از ظهور در قضاوت به ظاهر حکم می‌کنند یا به واقع بر طبق علم آن حضرت؟ حضرت آیت الله لزما شیرازی در پاسخ فرمودند: حتی پیغمبر فرمودند صلی الله علیه و آله من به واقع فتوا نمیدم در قضاوت، و انما عقلی بینکم بالایمان والبینات، فرمودند که اگر من در قضاوت حکم کردم که این خونه مال زیده و زید میدونه خونه مالش نیست، نگه چون پیغمبر گفتن پس این خونه مال من شد، بنا نبوده به واقعیات عمل کنه. یسیر و به سیرت جده رسول الله روایت صحیح هم هست، یسیر و به سیرت جده امیر المؤمنین روایت صحیح هم هست. روایت داره که یسیر و به سیرت داوود، حضرت داوود خدای عز و جل بهش خطاب فرمود که احکم بین الناس، گفت خدایا من چجور حکم کنم؟ فرمود اضفهم الى اسمی، مثلا مضمون روایت، و حلفهم و اطلب منهم البینات،
امام زمان عجل الله فرجه شریف تشریف که میارن حسب روایات صحیحه غیر از یکی دو تا سه تا استثناء، فقط یکی دو تا سه تا استثناء داره، اگر نه هیچ به واقع عمل نمی کنه، نه قبول بکنه، نه قبول بکنه، چون خدا خواست مردم امتحان بشن، نباید هر دروغی تو کف دست طرف گذاشته بشه. از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه علمی شب گذشته، وظیفه اهل علم و مؤمنین در مقابل گروه‌ها و افراد گمراه، حکم اسلام یا کفر مخالفین در دنیا و آخرت، حکم محرمیت ربیبه، تبعیض در تقلید، علم غیب امام علیه السلام، برخی از احکام مهریه و جهیزیه و استطاعت حج بود که بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظما شیرازی دام ظله به یکایک سوال‌های مطرح شده پاسخ فرمودند. و اما خبر بعد، مقام‌های مختلف عراقی طی دو سال اخیر برای آشتی دادن ایران و عربستان تلاش بسیار گسترده‌ای کردند و چندین مرحله دیدارهای محرمانه میان مقام‌های این دو کشور به میزبانی عراق در بغداد انجام شده است. در جدیدترین تلاش صورت گرفته در این زمینه، حجت الاسلام و مستمین شیخ سامی مسعودی، رئیس سازمان حج و عمره عراق، در دیدار با هیئت ایرانی بر الزام بازگشایی راه زمینی عتبات عراق تأکید کرد و ترانزیت زائران ایرانی از عراق به عربستان را پیشنهاد کرد. وی در این دیدار گفت: ما از تبادل زائر میان دو کشور خوشحال می شویم، زیرا گردشگری مذهبی علاوه بر تأثیرات اقتصادی بر فرهنگ معنوی ملت ها نیز تأثیر دارد و علاوه بر اینکه دولت ها با هم تعامل می کنند، باعث دوستی و تعامل میان ملت ها هم می شود. رئیس سازمان حج و عمره عراق درباره بازگشایی راه زمینی اظهار کرد: این موضوع اهمیت زیادی دارد، نه تنها سفر زمینی عتبات به عراق باید صورت گیرد، بلکه ما خواهانیم سفر عمره و حج هم به صورت ترانزیت از عراق به عربستان صورت گیرد. قبلا هم شهروندان برخی از کشورها به صورت زمینی از عراق راهی عربستان می شدند. هر آنچه از اتفاقات و رخدادهای منطقه، شهر یا کشورتان را مناسب پوشش دادن در اخبار شیعه می دانید، از طریق شماره روابط عمومی اخبار شیعه برای ما ارسال کنید. 2096472290299 روابط عمومی اخبار شیعه. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی، خدا نگهدار.